یکی دیگه از دستورهایی که توی فاینال کات 7 تغییر زیادی کرده Change Speed یا همون تغییر سرعته. ما یه بار این کلیپ رو الان با هم میبینیم تا من توضیح بدم خدمتتون. خب ما اگه تو ورژن های قبلی فاینال کات مثلا فاینال کات 6 میخواستیم سرعت این کلیپ رو کم بکنیم، مثلا بکنیمش 50%، اتفاقی که میافتاد این بود که تمام کلیپ های دیگر رو هم جابجا میکرد. یا به طور مثال اگر میخواستیم بکنیمش 200%، باز به همین شکل کل تایملاین ما رو به هم میریخت. شاید تو شرایطی که شما چیز سینکی با موسیقی یا صدا انجام ندادید این کار اتفاقا خوب هم باشه، چون یه مرحله کار شما رو جلو میندازه، شما باید همه رو سلکت کنین عقب بیارید یا هرچی. اما اگر شما تصویراتون سینک باشه با موسیقی یا صدا، خب این کار یه فاجعه است. اتفاقی که توی فاینال کات 7 افتاده اینه که شما میتونید ریپل سیکونس رو وردارید و دیگه بقیه تایملاین رو دست بهش نمیزنه. به طور مثال اگر ما اینجا یه بار این کلیپ رو ببینیم و حالا من بخوام اسلوش بکنم، مثلا بکنمش 50% و ریپل سیکونس رو هم وردارم، شما همونطور که میبینید فقط خود همین تصویر اسلو میشه و به قبل و بعدش دیگه کاری نداره. یا اگر بخوام بکنمش 200% مثلا، بازم به همین صورت. این مقدار البته شبیه فیلم چارلی چاپلین شد، ولی خب به هر حال. پس یکی از مهمترین چیزهایی که اضافه شده ریپل سیکونسه. اما این دکمه ها و این ریورس چی کار میکنن؟ من ریموو اسپید رو میزنم تا برگردیم به حالت اولمون و سرعت رو کلن تغییراتش رو بگیریم از کلیپ. ما اینجا یک کلیپی داریم که خیلی طولانیه، از یک همچین کادری ما میرسیم به یک کادری که اینه. دقیقا این اتفاق باید برعکس میفته، یعنی ما باید از این کادر فکر میکنم بله دقیقا از این کادر باید برسیم به این کادر. علتش هم اینه که ما چون قاب نهاییمون برامون خیلی مهم بود، گفتیم از قاب نهاییمون زوم بکنیم روی خود این قاب و تصویر رو ریورس بکنیم، یعنی اینجوریش بکنیم. خب میکار توی فاینال کات پرو 7 خیلی راحت، شما انتخابش میکنید کامند جی و ریورس. اما مشکل دیگه ای که این کلیپ داره اینه که خیلی طولانیه. خب ما میتونیم مثلا اینجا بگیم 500% سرعت رو زیاد بکن. همونطور که شما میبینید قرمز تصویر ببخشید اعداد، علتش هم اینه که ما ریورس تصویرم. من 500% رو میزنم و حالا همونطور که شما دیدید خیلی سریعتر اتفاق انجام شد. البته یه مقدار این قسمتش زیاده که دیگه نیاز نداریم. خب حالا شما ممکنه بخواید از اول تا آخرش اینقدر سریع نباشه، این اتفاق آروم شروع بشه با سرعت حرکت کنه و دوباره آروم تموم بشه. برای این کار هم اینجا ما این دو دکمه رو داریم. شما میتونید سرعت رو با فید شروع بکنید و با فید تموم کنید. مثلا من اینجا حتی سرعت رو بیشترم میکنم، مثلا 650% و 3 ثانیه به من میگه که 3 ثانیه و 23 فریم زمان من شده. خب حالا 3 ثانیه و 23 فریم میشه یه چیز حدود 100 فریم تقریبا. بذارید من برم با هم 500 کنم، خیلی زیاد شد. 5 ثانیه بعد نیست الان. من میخوام 1 ثانیه و نیم اول و آخرش سرعت طبیعی داشته باشه. پس میگم 40 فریم اول و 40 فریم آخر من رو با فید بیاد بعد به اون سرعت برسه. خب نتیجهش رو میتونیم ببینیم الان با هم. خب البته توی این تصویر زیاد جالب نشد، من فکر کنم یه مقدار بیشترش بکنم، مثلا 70، که باعث میشه
این وسط سرعت خیلی زیادتر بشه، ولی خب حالا با هم میبینیم. و همونطور که دیدید شما یک همچین اتفاق میفته. البته تکونهای دوربین ما اینجا خیلی به شدت به چشم میاد. برای اینکه شما ببینید سرعتتون دقیقاً چه تغییراتی کرده و یک سری کارهای دیگه هم روش انجام بدید، امکانات دیگه هم هست که توی قسمت بعد با هم میبینیم.